امروز در خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به اسرائیل فشار آورد تا خود را نسبت به ایجاد کشور مستقل فلسطین پایبند سازد و خواستار اقدامات فوری برای حل و فصل کلی مسالمت‌آمیز مسئله خاورمیانه شد. شورای امنیت که متشکل از 15 کشور است دیروز برای شور درباره روند صلح خاورمیانه تشکیل جلسه داد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که بدون تجدید کوشش‌های طرفین و همچنین جامعه بین‌المللی ممکن است وضع در عرصه وخیم‌تر شود. پیش از آغاز جلسه هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نامه‌ای میان شرکت کنندگان توضیح کرد که در آن اظهارات دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا را رد می‌کرد. میلیبند تهران را به دخالت در امور فلسطینی‌ها و سوء استفاده از رنج‌ها و مصیبت‌های آنها متهم ساخته بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به دیدار حسنی مبارک رئیس جمهور مصر رفته است، دیروز در سیاحتگاه ساحلی شم الشیخ در کرانه دریای سرخ به رهبر مصر اطمینان داد که به تعهد خود نسبت به مذاکرات صلح خاورمیانه پایبند است. نتانیاهو گفت: مایلیم هرچه زودتر گفتگوهای صلح را با فلسطینی‌ها اثر گیریم و حقیقتاً امیدوارم این روند در هفته‌های آینده آغاز شود. نتانیاهو در اظهاراتش در شرم الشیخ فکر تأسیس کشور فلسطین را علناً تأیید نکرد. مبارک نیز بار دیگر دعوت قاهره برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در جوار اسرائیل را تجدید کرد و گفت ادامه بنای آبادی‌های یهودی نشین در اراضی اشغالی متعلق به فلسطینیان مانع از پیشرفت روند صلح شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگویی با روزنامه بحرینی البلد از تغییر ادبیات آمریکا درباره ایران استقبال کرد و آمادگی ایران را برای برداشتن گام‌های جدیدی در صورت تغییر عملی سیاست آمریکا در برابر ایران اعلام کرد. به گزارش سایت وزارت خارجه ایران، متکی در مصاحبه با البلد گفت اگر واشنگتن گام‌های عملی در قبال ایران بردارد و نشان دهد که سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران تغییر کرده است، ما نیز به نوبه خود گام‌های جدیدی را در قبال دولت آمریکا برخواهیم داشت. متکی تأکید کرد اما مشکلات با حرف حل نمی‌شود و برای گفتگوی بین تهران و واشنگتن باید گام‌های جدی برداشت. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.